جوان. به نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما گلهای نازنین، دوستای دوست داشتنی. حال احوالتان چطوره؟ خوب هستین؟ سلامتین؟ پدر مادر نازنین چطور؟ از خواهر برادرها؟ خدا رو شکر انشالله که همیشه و همیشه با هم کنار همدیگه خوب و خوش و سلامت باشین و همچنان صبح زیبای بهاریتان بخیر. صبح چهارشنبه، امیدوار هستیم که تا آخر روز همچنان که پر انرژی هستید باقی بمانید و فعلا هم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گلهای نازنین، گلهای خندان. انشالله که جور و صحتمند باشین و صبح روز چهارشنبه را با خنده آغاز کرده باشید و دوستای خوبم انشالله تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین و ما را تنها نگذارید. بله شکیل جان، دوستای خوب و نازنین ما همیشه و همه روزه با ما همراه هستن و از معلوماتی که برشون میتیم استفاده میکنن. بله. پس قطعا که ما را تنها نمیمونن و امروز هم که گفتیم چهارشنبه هست با هم آیتم های خیلی خوبی رو داریم. بله. آیتم یک سفر و یک چکر. بله، امروز آیتم یک سفر و یک چکر داریم و همچنان کاردستی هم داریم. بله. که ربابه جان به ما کاردستی جور میکنه. بله شکیلا جان، و البته کاردستی امروز ما خیلی یک چیز مقبول و جالب هست که نمیخوایم مال برای دوستای ما بگیم، بلکه بله. میخوایم در ادامه با ما همراه باشن. پس خوب است که در اول بریم طرف چکر و سفر ما که امروز میخوایم در کدام یکی از کشورهای زیبا و جذاب دیدنی سفر بکنیم و کدام مسجد زیبا رو با معرفی بگیریم به دوستای خوب و نازنین ما تقدیم کنیم. بله دوستای خوب، امروز آیتم یک سفر و یک چکر داریم و امروز همگی ما با همدیگه میریم به یک کشور خوب سفر میکنیم و این دفعه میخواییم به کشور سنگاپور سفر کنیم دوستای خوب. بله، کشور سنگاپور فهمین دوستای نازنین یک کشور خیلی خیلی پیشرفته، بله. مدرن و خیلی جذاب و دیدنی هست. وقتی که ما در تصاویر ببینیم که شما هم میتونید ببینید، بله. واقعا که یک شهر پیشرفته است، یک کشوری هست که خیلی پیشرفت‌های خوبی رو داشته. بله. و هر بله. کسی آرزوی دیدن کشور رو این شهر رو داره. پس خوب است که امروز هم ببینیم که میخواییم در کدام قسمت کشور. بله. سنگاپور و کدام مسجد را معرفی بکنیم. بله، امروز رفتیم در کشور سنگاپور سفر میکنیم و رفتیم یکی از زیباترین مسجدش را انتخاب کردیم و به دوستای نازنین ما در مورد ویژگی‌هاش خود گفتیم. بله شکیلا جان، در اول خوب است که در مورد خود کشور سنگاپوری. بله. که در کجا موقعیت داره و از چه ویژگی‌های شهری برخوردار است برای دوستان ما بگیم. دوستای خوبم، کشور سنگاپور در جنوب شرقی آسیا موقعیت داره و این کشور جز کشورهایی است که نوساز یا نوتأسیس است که خیلی وقت نمیشه که مردم در اینجا زندگی کرده است و این کشور در زمان کوتاه توانسته پیشرفت‌های چشمگیری را در زمینه‌های مختلف داشته باشه که همین پیشرفت‌ها و تغییراتی که داشته در پایتخت خود کشور سنگاپور که سنگاپور میباشه هست. و دوستای نازنین می که همین کشور سنگاپور پایتختش سنگاپور هست که واضح تر بگویم که دوستای نازنین ما بفهمن. بله شکیلا جان، همطور که شکیلا جان هم گفت این کشور و این شهر تانسته خیلی پیشرفت‌های خوبی را در طول تاریخ کمی که داشته با وجود بیاره و باعث این شده که خیلی از افراد و اشخاصی که در اونجا زندگی میکنن با عقاید و دین‌های مختلفی که دارند مکان‌های مقدسی را هم برای خودشان برای عبادت بسازن که در اینجا یکی از معروف ترین مکان هایی که مسلمان ها در اونجا میرن و عبادت خداوند مهربان را میکنن مسجد سلطان هست که در نیشابور موقعیت داره و معروف هست به نام مسجد سلطان نیشابور. بله. یعنی همین سنگاپور. بله سنگاپور. و دوستان نازنین میگه در منطقه کامپونگلام سنگاپور مسجد وجود داره که قدامتش در اوایل قرن 19 میلادی برمیگرده که نماد زیبایی است برای مردم کشوری که در مردمی که در او کشور زندگی میکنه و همچنان این مسجد در سال 1824 تا سال 1826 یعنی 2 سال طول کشیده تا این مسجد جور شوه و طراحی شوه و به افتخار و احترام اولین پادشاه کشور سنگاپور که سلطان حسین نام داشته یعنی نام مسجد سلطان نامگذاری شده و در حدود
100 سال بعد این سنگاپور در حال پیشرفت بوده، در حال ترقی بوده که این کشور تبدیل به مرکز فرهنگ و هنر و هنرهای اسلامی و همچنان تجارت‌های اسلامی بوده و خب نشان این که این مسجد به افتخار اولین پادشاه سنگاپور جو شده و نامگذاری هم شده. و دوستان نازنینم، این مسجد وقتی که مسلمانان خواستن این مسجد را بزرگتر بسازن و رئیس جمهور این کشور هم قناعت کرده. بله شکیلا جان، به دلیل این پیشرفت هایی را که کشور سنگاپور داشته و مردم تانسته فرهنگ، ادبیات، هنر و تجارت را خیلی در اینجا به خوبی پیشرفت بتن، باعث شده که مردم های و مسلمان های زیادی خواستار این شده که این مسجد زیبا بله. با یک وسعت بهتر و بیشتری بله. ساخته شده، یعنی بزرگتر شده بله. چون وقتا بوده کم ذره کوچک بوده، وقتی که تعداد مردم و گردشگران زیاد شده و مسلمانانی که در اونجا زندگی میکرده خواستار از این شده که این مسجد کم ذره بزرگتر بسازه، به خاطر که نیاز به بازسازی داشته، چون که کم ذره کهنه و فرسوده شده بوده. بله دقیقاً. پس به همین دلیل یکی از خواسته های مردم این بود که این مسجد رو بیایم چیکار بکنیم؟ کلانتر بله، بزرگتر بکنیم. بزرگتر بکنیم. و در صورت بعد از گذشتاندن یک قرن این مسجد بعضی از قسمت هایش تخریب شده بوده و همین طرح بازسازی مورد قبول مردم قرار گرفتند و برای ساختن این شروع به کار کردن که میخواییم بعد از یک میان برنامه برای دوستان نازنین خود درباره شخصی که این کار معماریش پیش برده اطلاع بتین. بله دوستان نازنین، برین یک میان برنامه ببینین و دوباره با ما باشین. خوبیم، خوش آمدین به بخش بعدی برنامه. ای که ما رو بابا جان در مورد ویژگی مسجد سلطان که در کشور سنگاپور موقعیت داره را کم زر گفتیم و حالا بریم طرف ادامه معلومات ما و ببینیم چه ویژگی هایی داره این مسجد زیبا. بله شکیلا جان، همینطور که وعده داده بودیم به دوستای گل و نازنین خود که بعد از میان برنامه در مورد طراح دوباره این مسجد بر دوستای خود میگوییم، بله. یک شخص خیلی ماهر و لایق و کاردان و کارفهمی به نام دنیز سانتری که معماری بوده که میتونسته خیلی طرح زیبایی را به نوع اسلامی ارائه بده، توسط مردم انتخاب شده برای ساخت و ساز دوباره این مسجد و او شخص دانا و لایق تانسته که این مسجد زیبا را که به شکل دو طبقه هست بسازه و نظارت بکنه از این پروژه ساخت و سازش. بله و همچنان میگه ساختمان خارجی این مسجد که از خشتی است، یعنی از خشت جور شده و همچنان گنبدهایش با رنگهای سبز هست و تزئینات داخلی این مسجد که هست از کاشیهای طلایی و سبز رنگ کار گرفته و همچنان همین داخلش اگر ببینیم که با آیه های قرآن هم تزئین شده که واقعا خیلی زیبا و دیدنی هست. دقیقا ما میتونیم قسمت داخلی مسجد را فعلا ببینیم که ببینیم بله. خیلی یک طراحی زیبایی را داره، ستون هایی که کار گرفته شده، رنگ هایی که برای ساخت و سازی داخلش کار گرفته شده، چراغ هایی که داره، همه و همه جذابیت و زیبایی این مسجد چندین برابر جان. ما میل حیران ماندیم که کدام طرف اول ببینیم، واقعا خیلی زیبا هست. نمای داخلیش، گنبدهایش ببینیم که با رنگ های سبز هم کار گرفته شده. بله شکیلا جان، و همچنین یک چیز دیگه دوستای نازنین، این که چند سال پیش هم دوباره این مسجد مرمت کاری شده، بازسازی شده، به دلایلی که خب حتما بعضی از قسمت‌هایش تخریب شده بوده، دوباره یک بازسازی صورت گرفته و گنبدهایش با طلا پوشانده شده. و همچنان در مورد داخل یا صحن اصلی مسجد هم بگوییم که میتونه به تعداد 5000 نفر نمازگزار همزمان در خودش جای بده و مردم بتونن با همگی، یعنی با هم همگی در یک زمان حضور پیدا کنن و در اینجا عبادت خداوند مهربان را به جای بیارن. و این مسجد زیبای سنگاپور یکی از بهترین و زیباترین مساجدی هست که در قاره آسیا موقعیت داره و سالانه هر گردشگری که در این مسجد حضور پیدا میکنه
واقعا که حیرت زده میشه و از این ساخت و ساز خوشش میآید. بله واقعا ماشاءالله خیلی ظرفیت زیادی هم داره که 5000 بله. نفر هم میتونه در همزمان میتونه در اینجا بره عبادت بکنه. بله شکیلو جان، همطوری که خود کشور سنگاپور و مرکز کشور که باز هم خودش سنگاپور هست خیلی یک ساخت و ساز بله. منحصر به فردی را دارد، چون گفتیم یک کشور جوان هست و اونجا ایده های خیلی تازه هست که مردم را به خودش جذب میکنه و مخصوصا بله وقتی این تصاویر زیبا را مخصوصا بله. ما میبینیم دیگه واقعا حیرت زده میشیم. ساخت و ساز، ساختمان ها و تمام بله. بناهای جایش خیلی بله. زیبا و دیدنی هست دقیقاً و چشم هر بیننده را به خودش جذب میکنه. بله دقیقاً. و این مسجد قبلا هم گفتیم که 2 سال طول کشید تا این مسجد جور شد و دارای 2 منزله هست که 2 منزل داره این مسجد و سبک خاص معماری اسلامی و نمای خارجیش که گفتیم خشتی هست. یه هزاران نفر میاین از این مسجد دیدن میکنن و از این مسجد وقتی که میاین از این مسجد دیدن میکنن واقعا جذب این مسجد میشه. گردشگران زیاده، هنرمندان اروپایی و آسیایی میاین از این مسجد دیدن میکنن. بله شکیلا جان، ما میتونیم ببینیم که در اطراف مسجد هم همچنان از خیلی درخت‌های زیبایی موقعیت دارن. بله. ساخت و سازهای خیلی خوبی صورت گرفتن. پس حتما در این نتیجه میرسیم که معماری را که گفتیم دین سانتری واقعا شخص خیلی بله. کاردان و کارفهمی بودن که همچنان تانسته در مدت 2 سال کار ساخت و ساز این مسجد را انجام بده با معماری اسلامی که یاد داشتن. بله. واقعا طرح خیلی زیبایی رو داده بوده و کارکنان که در اون مسجد کار کردن بله، هم واقعا ماهر بودن. ماهری بودن. بله بله روبابا جان، انشالله که همگی ما و خصوص ما و خود دوستای نازنین ما یک روز بتانه در این مسجد دیدن بکنه و عبادت خدای خوبی شب بکنه. بله شکیلا جان، ما همه ما دوست داریم که از مساجد، از جاهای دیدنی و همچنان جاهایی که یعنی مقدس هست برای ما دیدن بکنیم و انشاءالله که روزی بتانیم از خیلی از همین مساجد رو که برای دوستای نازنین خود معرفی کردیم از نزدیک حضور پیدا بکنیم و اونها رو از نزدیک ببینیم انشاءالله. تا زیبایی واقعی رو که ما فعلا در تصاویر میبینیم در اونجا لمس بکنیم. بله. بفهمیم. وقتی که ما در مسجد میریم دیدن میکنیم وقت لذت داره که با دوستای نازنین ما بریم، با همگی همکارای ما بریم از این مسجد دیدن بکنیم و دوستای نازنین هم کوشش کنیم وقتی که ما در مسجد میریم نظم مسجد ما را رعایت بکنیم و وقتی مسجد میریم نباید شوخی کنیم و وقتی اگان چیزا میخوریم در روی مسجد بندازیم و کوشش کنیم وقتی در مسجد میریم آرام بشینیم و در یک جای نماز بخونیم. بله شکیلا جان، یعنی که حرمت مسجد در هر جایی که باشه، در هر مکان و هر کشوری که باشه محفوظ است و ما باید همیشه متوجه رفتار بله. خود باشیم. دوستای خوب و نازنین، این بود از اطلاعات امروز در مورد مسجد سلطان که برای شما دوستای خوب و نازنین خود گفتیم. بله. و اما یاد دوستای ما نرو که چی داریم؟ بله کاردستی هم داریم و دوستای نازنین ما امیدوار هستم از ویژگی های این مسجد چیزای خوب یاد گرفته باشن و باز هم دوستای نازنین ما برن تحقیق بکنن و در مورد این مسجد سلطان سنگاپور که در کشور سنگاپور هست میتونن برن باز هم تحقیق کنن و چیزای زیاد را یاد بگیرن. بله دوستای خوب و نازنین، این بود از برنامه امروز. در آیتم کاردستی با ما همراه باشید. خداحافظ دوستا.